سازمان چه گفت آقا ما یه بودجه داریم میخوام بدیم شما بیا برو تشکیلات بدیم. اومدم پاریس من تشکیلات دادم خود دکتر گنجی. بعد سالها متوجه میشه که چیه. یعنی این وجوهات، بعد بعضی وقتا میگن وجوهات با خوندا میدادن روحانیت به قدرت رسوندن، حالا وجوهات میگن به این رسانه دیگه. پس این وجوهات هم بودجه های استعماریش که وقتی میگن کارتر چند میلیون دلار گذاشت و چند میلیون گذاشت، خود اونا نمیان بدن، توسط ایرانی های معتبری میدن. من در همین پاریس خبر دادم چه نشریاتی چه روزنامه هایی چه در سطح دنیا و دو تلویزیون های پولاش اصلش مال عربستان سعودی بود اصلا 40 سال پیش تا الان، چون همه رو زیر پوشش دارن میتونن به اهداف خودشون برسونن، همه چیزی سانسور کنن. این گزارشی خیلی خوبی که کوچه منتشر کرده، شما وقتی گوش میکنید متوجه میشید که خود جناب آقای برومند که در آسانسور خونش کشته شد، جلو آسانسور، بعد وقتیشون کشته شد همون موقع امنیتی فرانسه به خود من گفتن، مقامات فرانسه به خود من گفتن همون روز، یک سامسونت هم دستش بوده پر دلار. پول دلار پیش از اون رفته بوده شاپور بختیار دیده بوده، بعد رفته پولا رو از جای گرفته بوده، میاد وقتی میکشنش دلارش کسی ور نداشته بود، ولی کشته میشه جلوی آسانسور خونش. طبیعی بود که یک مصدقی مسلمان معتقد به پرداخت وجوهات شرعی، وجوهات شرعیش را به کسی میپردازه که به اون رژیمی که ضد مصدقی بود مبارزه رو کنه. و بین روحانیون تنها کسی که این کار را انجام میداد خمینی. که یه سفری که به اروپا آمده بودم آقای بنی صدر بهش گفتم که من برای خمینی وجوهات شرعی میفرستم، توسط من بفرستید، چون من این وجوهات رو که به آقای خمینی میبرم 10% رو برای کارهای سیاسی ازش میگیرم و این کار از طرف من بکن، از طریق من بکن که 10% هم بیاد برای کار خودمون، کار سیاسی خودمون. از جمله اونها آقای برومند، دکتر برومند که حالا گویا در دستگاه آقای بختیار کار میکنه. آقای عبدالرحمن. ایشون مبالغی میداد کمک، هر دفعه می آمد به پاریس مبالغ می داد، اون بیارید من اون رو می برم ایران، از پولدارا مبالغ می گیرم خودم رو می دم. در سفری که من رفتم نجف هم را جنازه پدرم ما خمینی مثلا این، من در اون سفر از او خواستم که اجازه بدهد که 10% از سهم امام صرف به اصطلاح چاپ کتاب بشود. گفت خیلی خوب و نوشت که 10% از سهم امام جایز است که صرف چاپی کتاب بشه. من اون را آوردم دادم به آقای عبدالرحمن برومند، گفت ها این شد. خب حالا علاوه بر کمک هایی که به صلاح مستقیم میکرد به انتشارات، از اون مبالغی هم که ایشون عنوان وجوهات به آقای خمینی میداد هم ما 10% بابت همون نوشته بر می داشتیم. بنابراین نان ما در روغن افتاد، پس بدونید مهمان یاران که این وجوهات، من همه سرمایه های خود شماست. الان با عنوان تحریم بالا می کشن، اون موقع پولای نفت و اینه دیگه بود، بعد کشورهای دشمن ما از بودجه دارن، بودجه دارن که اپوزیسیون زیر خدمت خودشون بگیرن. ولی حالا تو این 43 سال چطور شده که اینها نتونستن موفق بشن؟ این همه پول خرج کردن، اینا رژیم هنوز مونده. بارها گفتم، دیگر بار بشون میگم، در این اپوزیسیون سازی، چون خود رژیم همین سرانی که الان حاکم هستن اینا کسایی هستن که حسینی ارشاد، مهدیه کافی که دو تا جایگاه بزرگ برای سقوط شاهنشاه بود، این دو تا توسط پول عربستان سعودی شیخ احمد کافی ساخت، محمد ارباب که حسین ارشاد رو ساخت، میناچی وکیلش بود، شریکش کرد، پولی که داد ساواک هم میگه آقا من نفهمیدم کجا اومد. خب از معاملاتی بود که معاملات ماشینالات سنگین که آقای محمد ارباب از انگلیس میخرید، اومد به نام وجوهات هر چیار تو اونها اسمشو بذار، اون حسین ارشاد رو ساختن. و بعد افرادی مثل متحری و باند و گروه های اینا حاجی میبردن، خود احمد کافی حاجی میبرد مکه و از همین پول حاجی بردن مکه اینا در تمام کشورهای اسلامی 50% خودشون هزینه کنن تو اون کشورها، تامین بودجه میکنه که اقتدار تازی بمانه در روسیه زمین ها و در ایران. و تو نفهمی که مهدی کافی رو کی ساخت؟ جنوب شهر
مسلمون داعشی بشه و حسین ارشاد کی چجوری ساخت که فکل کراواتیا اسلامی بشن. خانم زهرا رهنورد همسر آقای میر حسین موسوی که دکولته میپوشید میومد حسین ارشاد بعد یهو بشه محجبه و اینا، این پولا دلارا خرج میشه از زن من. ما آگاهی کامل رو نداشتیم، ما باید آگاهی پیدا کنیم و بدونیم که پس از آگاهی است که آزادی میاد. آزادی نمیاد مگر اینکه آگاهی بیاد و آگاه بشیم. حرف خیلی زیاده، ایران در شرف نابودی کامل هست. این اربعین بربعین های چیزی که ندارم زیزن کمک میکنه به این که ما رو در جهان ذلیل و بدبخت و پابرهنه و گشنه و گدا و دنبال پوچ دویدن و حسینی که در کربلا اومده ایرانی تله گذاشته بیاد اونجا بکشنش به انتقام خون افرادی که در ایران اینا ریختن، خونایی که در اینا ریخت، امام حسن امام حسین شرکت کردن، خود آخونده دارن میگن، خودشون ها در طول تاریخ گفتن که اینا جزء که سرداران سپاه بودن. شیعه سنی هم گفته ده ها برای ما اینجا براتون برد کردیم، حمله کردن امام حسین تا گیلان هم رفته توی قتل عام دست داشته. و حالا تو ایرانی امروز که نمیره برای این آزادی رو کنی، نه برای پول دارن میرن. شما هم اگر هدفت این هست که ایران آزاد بشه مزدوری نکنید، اون رده بالای تازیان رو افشا کنید، این مزدوران رو افشا کنید، این پایین رده سوم خرا رو آگاه کنید. آگاه کنید، یک بار بیشتر زندگی نمی کنید، با شرف زندگی کنید، با یه ساندویچ در روز زندگی کنید به جای که سه وعده چروکه آب بخورید بعد قلبتون بگیر و اینا. به فکر میهن باشید، میهن به شما احتیاج داره. آگاهی آزادی میاره. من اونهایی که در قدرت هستن ازشون میخوام که مثل زرقامی از این حرفا رو بیان بزنن، تاریخ روایت کنید، روشنگری کنید و نشون بدید به مردم که ایران رو برتر میدونید و بهتر از هر چیزی دوست دارید. سرگذشت خودمه که با دوست عزیزم آقای صبوری هماهنگ کردیم و یه آهنگ سازش ریختیم. سرگذشت یه خواننده است، خواننده‌ای که نمیذارن بخونه. برنامه میرسیم. با سپاس از برادر مهربان مهندس امیر شجره، تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود، خدا نگهدار. ایران ماندگار است اگر تو آگاه بشی. فیرته هیستوریک پور لا رادیو ایسی ان مانتونون سوت ا لا پروپوزیسیون دو داوید اباسی امانوئل ماکرون اون پلوس یوتیلیزه لو مو جیهادیست می تروریست اسلامیست. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat
Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abbassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abbassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. بچه، آیه مکافات و مجازات را بخوان. کیوان متوجه پرسش استاد نشد. استاد آیه را به پارسی خوانده و از او خواست تا اصل تازیان را بخواند. کیوان کمی مکث کرد و با صدایی معصومانه و بسیار آرام و لطیف گفت: من بد کنم او هم بد مجازات کند، پس فرق میان من و او چیست؟ شیخ شر که از این سخن بسیار برآشفته شده بود فریاد زد: خفه شو، کفر مگو، این واژه های کفر را از کجا آموختی؟ کیوان کیست؟ کیوان چیست؟ تو شیطانی، شیطان! شیخ شر با داد و فریاد و ترک زدن کیوان را از کلاس درس بیرون کرد. کیوان با گریه و ناله و درد بسیار از تحمل ترکه ها در گوشه ای از مدرسه خزیده و زار زار گریه می کرد. شیخ ابو علی حسن وارد مدرسه شد.